سلام خدمت شما بیننده های گرامی. در این برنامه تلاش میکنیم تا از آنچه که در رابطه به افزایش خشونت ها در افغانستان و همچنان افزایش تلفات افراد ملکی است بیشتر صحبت کنیم، اما اینکه واقعا چقدر به قوانین جنگ در افغانستان احترام گذاشته میشه و در کنارش چقدر افراد ملکی تعریف واضح با وضعیت جهان و سازمان ملل داره، این موارد است که بیشتر باید با او پرداخته شد. اما واقعیت آن چیزی است که ما همه روز مشاهده میکنیم و ممکن است آمار تلفات در افغانستان به پیمانه باشه که هنوز نمیتونیم او را آمارگیری بکنیم، اما نهادهایی که مسئول هستند کار میکنن، زحمت میکشن، مانند سازمان مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان سازمان ملل، مواردی را به یک نحوه بیان میکنن که ما نیاز داریم به او بیشتر متوجه شیم و بپردازیم به عواملش. در ابتدا گزارش مشاهده کنید در این مورد و برمیگردیم و بحث را با مهمانمان آغاز میکنیم. میدان جنگ در حال داغ است که مذاکرات صلح در دوحه به بنبست خورده است، تا جایی که رئیس شورای عالی مصالحه از سپردن پیشنهادهای تازه از سوی هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به طالبان سخن میزند. به باور آقای عبدالله، اگر این مذاکرات به ناکامی بیانجامد، مردم افغانستان راه بدیلی جستجو خواهند کرد. بالاخره یک روز برسه که یک چهار نفر دیگه هم در بند باشن که اونا ببینن، یک قضاوت بکنن که امیجا خب مشکل در کجاست، تقویت هیئت که به چه ترتیب دیگه صورت گرفته میتانه و تسهیل کننده و کسایی که تجربه کار داشته باشد. میز مذاکرات صلح خالی است و میدان جنگ گرم. از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال موجی از خشونت ها از مردم قربانی می گیرد. در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان دخالت شورای امنیت سازمان ملل از بهر قانع ساختن دو طرف جنگ و کاهش خشونت ها است. از تمامی ساختارهای بین المللی این مطالبه را داشته که فشارهای بیشتر بر اطراف گفتگو کننده باید وارد بکنن تا اینا به خواست مشروع شهروندهای افغانستان تندیهی بکنن. بر بنیاد تازه ترین آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از آغاز سال 2020 تا اکنون بیش از 7600 تن در افغانستان کشته و زخمی شده. با آنکه هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان دو ماه می شود در دوحه برای پایان این جنگ حضور دارند، اما با گذشت این دو ماه هنوز دو طرف موفق بر آغاز رسمی این مذاکرات نشدند. بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمانمان هر یک زمانگل دهاتی، رئیس سازمان صلح و توسعه از آلمان، و جناب آقای صدیق منصور انصاری، رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از کابل. مهمانان گرامی، بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. آقای دهاتی، صلح از دید شما به عنوان یک رئیس در یک سازمان یعنی چه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب انصاری صاحب و بیننده‌های تلویزیون شما. ببینین، 42 سال جنگ در افغانستان و بالاخره مراحل مختلف این جنگ در داخل افغانستان، اساساً این جنگ از آغاز تا به امروز یک جنگ نیابتی بود که نیروهای افغانی در مراحل مختلف با خاطر تطبیق استراتژی های کشورهای مطرح در چهار طرف افغانستان به کار برده شده. به این لحاظ یک خلای در تاریخ معاصر افغانستان اصلا دو بار هست که بر حل سیاسی قضیه افغانستان مطرح شده است. یک بار در سالهای 70 در دوران دکتر نجیب الله که بالاخره با پلان پنج مقره صلح ملل متحد این گره خورد، ولی متاسفانه که در نتیجه یک توطیه او اخلال شد و تمام مسائلی که تا به امروز در افغانستان وجود داره محصول اونمو توطیه در برابر پلان پنج مقره صلح ملل متحد بود. مرحله دوم این مسئله از بون کنفرانس بون 2001 نشأت میکنند. بعد از اینکه 11 سپتامبر به وجود آمد
و در نتیجه از او بالاخره در هفتم اکتبر ایالات متحده امریکا حملور شد بر ماشین نظامی طالبان و او را برچینید. و بحث ما در رابطه با تلفات افراد ملکی است رئیس صاحب، آیا واقعا افراد ملکی تعریف مشخص داره و افراد نظامی یعنی چی در افغانستان؟ چه کسانی واقعا برمیگردن به یک نظام، به یک ساختار؟ آیا طالبان را میتونیم وابسته بسازیم به یک نظام و یا نه واقعا کسانی هستند که اگر گشنه ماندن و گرسنه ماندن به مفهوم ادبیش میان وارد میدان میشن و مبارزه میکنن، یعنی چه؟ اجازه بدین من میایم با سوال. مهربانی صاحب، از 2001 در کنفرانس پوند اشتباهی بزرگ صورت گرفت که یکی این که طالبان به کنفرانس پوند اول دعوت نشدن و دوم این که برای کشورهای چون روسیه، ایران و بخش هم پاکستان امتیازات بزرگ از طرف سازمان ملل متحد و جامعه جهانی داده شد و در نتیجه از اون نیروهایی که متهم به جنایات جنگی بود با قدرت رسید و بالاخره اونا به انتقام جویی دست زد. تشکر و تو سپاسگزارم از شما جناب آقای دهاتی. جناب انصاری، چطور میشه به صلح رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب دهاتی، همکاران تخنیکی و همه بینندگان معزز آریانا نیوز، السلام علیکم و رحمت الله. قسمی که ما شما تعریف صلح به دقت هم از نگاه شرعی و اسلامی میدانیم، هم از نگاه عرفی و افکار مردم یا به اصطلاح عام کردکی میدانیم که صلح چی است. خداوند عزوجل صلح خیر دانسته و قرآن عظیم شان میفرماید که و صلح خیر، یعنی صلح خیر است. و خیر را علمای کرام به معنی همه خوبی ها تفسیر و ترجمه کردن، یعنی صلح زندگی، صلح عزت، صلح شرف، صلح ناموس و ناموسداری و صلح همه انقلابات ترقیاتی و پیشرفت های علمی، فرهنگی، سیاسی و همه خوبی های زندگی نهفته در صلح. در مقابل جنگ چیزی است که شر است و خیر نیست، یعنی جنگ مرگ، جنگ بی‌عزتی، جنگ بی‌آبرویی، جنگ تباهی و نارامی مردم، جنگ تکلیف‌های روانی و روحانی در جامعه و جنگ هم جلوگیری از هم کشورهای دیگر و سیاسی کشور و ملت و اساسی تاریخی قلم اولاد و تک بشه از دستش بگیره، کتاب و کتاب بگیره و یا هم زندگیش بگیره. این طبب از زیم میشه که جنگ برمیان میاره، یعنی درک، وقتی که درک همدیگر موجود نبود، درک حقوق همدیگر موجود نبود و درک جامعه و جامعه شناسی دقیق و عمیق موجود نبود، صلح به جنگ تبدیل میشه. و ما وقتی میتونیم که از همچون جنگ های خانمانسوز، تباهی و بربادی و شر بسیار فروخی که بر ملت افغانستان سه سال گذشته تحمیل شده، وقتی ما از این خود کشیده میتونیم که ما به طور دقیق و عمیق همدیگر را درک کنیم. خلقی ما، اخوانی ما را درک کنه، اخوانی افغان ملتی را، افغان ملتی شعله ای را، و ایتو نشوه که هر کدامش کوشش بکنن که لقمه مردم را کش بکنن. اونجا طالب اون طرف بنام دایش، اونجا بنام اخوانی و ستمی و شعله ای، این ملت رو مرز و بوم و
یا افراد در داخل کشور یا هم بعضی از کانال ها و جریان های خارجی و طبقات مختلف و سطوح مختلف تقسیم کرده، پارچه پارچه کرده، ارگاه ما من حیث یک ملحه واقعی افغان، من حیث انسان های واقعی سرزمین و من حیث انسان های واقعی سرزمین به کلام الهی که صلح خیر است رو بیاوریم و حقوق همدیگر و ملت و مردم خدا و حقوق حکومت و حکومتداری خدا. سپاسگزارم از شما جناب آقای انصاری. جناب دعاتی، چه کسان در این سرزمین و در این جغرافیا به دنبال صلح هستند و چه کسان به دنبال جنگ؟ چرا؟ ببینید، اصلا از آغاز تا به امروز جنگ بر سر قدرت، تا زمانی که مسئله قدرت به صورت اساسی حل فصل نگردد این جنگ ادامه خواهد یافت. در شرایط فعلی دو دیدگاه، دو طرح و دو برنامه و دو استراتژی وجود دارد. دولت افغانستان و محیط سیاسی چهار طرفش که در 19 سال اینا به حیث دولت مدرن دارای اکسل ارزش ها و قوانین برای خود تعریف کردن، اونا دیدگاهشان ای هست که اینجا ما یک دولت قانونی هستیم، انتخابات صورت گرفته، قانون اساسی داره، مرزش های داره، بنابراین جناح مقابل باید بیاین به حیث جوز امین حاکمیت باید قرار بگیرن. این یک دیدگاه است. دیدگاه دومی از جناح مقابل جنگ هست که اونا میگن نه، افغانستان اشغال شده بود و این دولت محصول اشغال بود و ما یک دولت به نام امارت اسلامی بودیم که در نتیجه حمله امریکایی ها از بین رفتیم و باید حقوق ما دوباره به حیث یک دولت اعاده شود و همچنان یک سر ارزش ها برای خود تعریف کرد. این دو دیدگاه متاسفانه که بسیار از همدیگر دور هست و اگر طرفین بر این موضع انحصاری که یعنی یک طرف بر حفظ انحصار قدرت و طرف دیگری به دست آوردن انحصاری قدرت پافشاری بکنند، یقیناً که محصولش ادامه جنگ است و حل سیاسی قضیه افغانستان نیست. که با تأسف باید گفت که طی دوران جنگ بخصوص 19 سال اخیر هیچ طرف جنگ قوانین جنگی را رعایت نکردند و جنایت فراوان را در همین جنگ اینا مرتکب شدند و با تأسف باید بگوییم که نهادهای بین‌المللی خصوصا سازمان ملل متحد و بخش حقوق بشرش اونا اصلا تحت تاثیر طرفین جنگ از بیرون در افغانستان بودن و اصلا از عناصر ملکی و بیچارهای قربانی جنگ شدن اصلا دفاع ننمودن و در داخل افغانستان هم یک کمیسیونی که ما به نام کمیسیون حقوق بشر داشتیم که او یک شعبه نمادین سیاسی بود و قطعا بر او نام حقوق بشر ماندن یک گناه در برابر امیر قربانی هست که تا این روز صورت گرفته. چه باید انجام بده؟ چه باید کنه؟ بله؟ کمیسیون مستقل حقوق بله؟ بشر، سازمان ملل، نهادهایی که به خاطر حفاظت از افراد ملکی کار میکنن چه باید انجام بدن؟ آیا ای توان دارن و یا نه؟ فقط باید در بخش اعلامیه و مطبوعات و سخن باشن. شما ببینین که دولت ها در سازمان ملل متحد، در منشور ملل متحد یک سری تعهدات داره که بر بنیاد او تعهدات اونا برای حفظ امنیت جهانی و حقوق بشری ملزم هست. سازمان ملل متحد اگر واقعا میخواستن جهان هم میگه که باید آتش بس شوه، انسان ها کشته نشن، افغان ها کشته میشن، طالب کشته میشه، نظامی کشته میشه، غیر نظامی کشته میشه، دانشجو کشته میشه، فایدهش چی است؟ همه میگن نباید شوه ولی میشه. اجازه بتین ما میگیم که امی که میگه باید نشوه نی اینمی رفع مسئولیت نیست. شما ببینید در داخل ما یک سازمان حقوق بشر داشتیم، اینا تا 18 سال یک لیست جنایتکارای جنگی را در درون جامعه پخش نکرد، برای دنیا پخش نکرد و در درون همین کمیسیون از خود
بخش از تخطی و حقوق بشری وجود داشت در سماسمر. از این لحاظ از و نهادهای دیگری که در اون تحت بشر جناب آقای داتی روم بودن، و تأسف که مردم ما قربانی شدن و اکنون هم قربانی جنگ هستن. سپاسگزارم. جناب انصاری، چطور میشه جنگ در افغانستان خاتمه داد؟ ما فکر میکنیم اگر نهادهای زیر ربط ملی و بین المللی، کسایی که میلیاردها دلار سالانه به نام امنیت مردم افغانستان، به نام آسایش و پیشرفت‌های مردم افغانستان، به نام دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان، به نام دفاع از عزت و شرف و آزادی و نوامیس مردم افغانستان و آزادی بیان و آزادی بشری و حقوق عامه حیف میل میکنند، به مصرف میرسانند. اونا تا مسئولیت‌های خود، رسالت‌های خود و اصالت‌های خود و در جوابش ملت غیور افغانستان ملت نباشه که شعارش فقط می باشه که شعله تبخو پرده تبخو یا بز بپای خود و بطفن بپای خود. وقتی ما آرام استم به من نان میرسه، به من امکانات و کرتی و بوت و چپلی و کمپل میرسه، موترهای کروزین به کس میرسه، موترهای زره و تفنگ و امکانات دولتی است، فقط اینمی آرامی است، اینمی امنیت است و اینمی پیشرفت و ترقی است. در غم مردم دیگه نباشیم، در غم آسایششان، در غم عزت شان، در غم دفاع زندگی و عزت و نوامیسشان نباشیم، هیچگاه ما به طرف صلح نمیتونیم رسیده. اگر اداره ملل متحد که در افغانستان است به نام یوناما و غیره، اینا خود دول متحد بدانند با حکومت کار بکنند، تا حکومت تقویه کنند، نه ملت و بعضی از جنایتکاران تقویه بکنند، هر جنایتکار به نام و نظامی و ملکی بیارن و ملت افغانستان تحمیل بکنن، دیسانتش بکنن و جلوی غدارا را گرفتن نتانن. آیا مسئولیت آیا مسئولیت و صلاحیت و خواست و احساس یوناما و افغانها یکی است و یا نه؟ یوناما به مفهوم کل است در تمام جهان و افغانها باید خودشان دست به کار شوند. ما پیشتر اشاره کردم که در اصول و پرنسیب و از نگاه احکام شرعی و الهی ما مسئولیت داریم. ملل و مردم خودشان مسئولیت خود دارند. خداوند عز و جل می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بیشک خداوند حالت قوم را تغییر نمیده تا خودشان حالت خود تغییر ندهند. اگر ما نخواهیم، ما بیدار نشویم، ما هوشیار نشویم، چطور بیدار شویم؟ چطور بخوایم؟ درست، چطور بخوایم؟ انصاری صاحب، هیچ ملل متحد به این ملل جهان نمیتونه این کار. درست، چطور بخوایم؟ چطور هوشیار شویم؟ چطور بیدار شویم؟ آیا این مسیر انتخاب کردیم؟ ملت افغانستان باید شعور سیاسی پیدا کنه. ما باید بر اساس شعور سیاسی مردمی بپا برخیزیم و همه ما به طرف یک انقلاب سیاسی مردمی در افغانستان دست یکی بکنیم و نگذاریم که باندهای جنایتکار، باندهای جاسوس، باندهای نوکر مردم از کی جی بیش گرفته تا امایزین سوسیایی و سپای پاسداران ایران و آیسای پاکستان و رای هندوستان و موساد اسرائیل و دیگه و دیگه بیاین اینجا با ما گروه حکا و گروه پکا را جور بکنن، جاسوس تربیه کنن و سرنوشت ما را در چنگ و دست اونا بته. بلکه این سرنوشت به شکل تغییر خورده میتانه که ما برخیزیم، زمام امور به اهلترین و اصیل زاده ترین مردم افغانستان بسپاریم. کسانی که خداوند عز و جل میفرمایه که ان الله لا یغیر ما بقوم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، بیشک خداوند بر شما امر میکنه که امانت به اهلش بسپارید. بسیار تشکر از آقای دهاتی و انصاری که فرصت گذاشتن و صحبتها را با شما عزیزان شریک ساختن. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.